امیر محمد تهمتن کارشناس اقتصادی میخوان در مورد حباب دات کام در سال 2000 امریکا برای ما سریع صحبت بکنن. امیر محمد با شما هستیم. سلام و صبح بخیر خدمت شما آقای تمنی و همه بینندگان محترم. خیلی ممنون که این فرصت در اختیار من گذاشتین که در مورد بحران دات کام با هم صحبت کنیم. ما توی در واقع 5-4 جلسه گذشته در مورد حباب‌های مالی صحبت کردیم، به طور مشخص در مورد حباب مالی ژاپن در دهه 90، در مورد حباب مالی امریکا در دهه 1930، در مورد حباب گل لاله در قرن 17 هلند، و امروز می‌خوایم که در مورد حباب مالی دات کام صحبت بکنیم. در واقع اگه دوستان بتونن اسلاید رو ببینن، من روی نمودارها صحبتامو شروع بکنم. همونطور که توی نمودار اول میبینین، این شاخص نزدک کامپوزیت رو نشون میده. امیر محمد، من ممنونت میشم که با دوربین صحبت بکنیم و نمودارها هم کنار شما هستش که بینندگان تصویر شما رو کامل ببینن. بله، خواهش میکنم. عرض کنم که همونطور که توی نمودار میبینین، شاخص نزدک که به عنوان یک نمونه ما انتخاب کردیم، حرکت صعودی خودش رو از ابتدای دهه 90 میلادی شروع کرده، به طوری که از حدود عرض کنم کمتر از 400 واحد در سال 1991 به بیش از 4000 واحد میرسه، یعنی رشد تقریبا 10 برابری توی 9 سال. و حالا اگر از 1995 شاخص رو نگاه بکنیم، رشد 400 درصدی، یعنی 5 برابری رو داشته. اما در سال 2001 شاخص به دلیلی که خدمتون در ادامه عرض میکنم شروع به ریزش میکنه و میبینیم که از حدود 4000 واحد در سال 2001 تا پایان سال 2002 ابتدای 2003 به کمتر از در واقع حدود 600-700 واحد میرسه، تقریبا رشد ریزش 1/10 میکنه. و نکته جالب دیگه در مورد این نمودار آقای تهانی اینه که شاخص نزدک حدود 10-11 سال طول میکشه که تا به سقف 2001 خودش برسه، یعنی در حدود سال 2013 که البته ما این نمودار رو آپدیت بکنیم تا سال 2020، یعنی همین الان مرزهای خودش رو خیلی شکونده. در مورد در توضیح این که در واقع این حباب ها برای چی به وجود اومدن، چند تا نکته مهم هست. همونطوری که از اسم این حباب برمیاد، حباب دات کام، احتمالاً بینندگان هم به ذهنشون برسه که در واقع این حباب ارتباط داشته با شرکت های تکنولوژیک و در واقع عرض کنم اوورولی شدن اونها. آقای تمانی اگر خاطرتون باشه، ما در توضیح حباب ژاپن توضیح دادیم که پی بی ای در واقع متوسط پی بی ای شاخص نیکی در اوج بحران حدود 80 واحد بوده و الان هم صحبت های شما رو من گوش میکردم، پی بی ای بازار طبق محاسباتی که انجام دادیم حدود 15 بوده. اما در اوج بحران دات کام در ایالات متحده پی بی ای در واقع شاخص نزدک حدود 200 واحد بوده، یعنی یه عدد خیلی بالایی که در واقع نشون میده که آدم ها خیلی به محاسبات و ارزش گذاری ها دقت نمی کرد. توی نمودار بعدی اگر دوستان بتونن ببینن، تعداد آی پی او ها و حجم سرمایه‌ای که در واقع جمع آوری شده رو میبینین. همونطور که توی این نمودار مشخص هست، از ابتدای سال 1996-97 میلادی تعداد آی پی او ها از حدود 20 در واقع آی پی او در سال به بیش از 70 آی پی او در سال میرسه، که این نشون میده که شرکت ها شروع کردن به در واقع آوردن شرکتشون توی بازار بورس، که نشون از عرض کنم که جذابیت این بازار برای اونها داشته. بعد از ترکیدن این حباب، اگرچه پیامدهای خیلی زیادی نداشته مثل در واقع بحران بحران دهه 1930، اما به هر حال روی بخش حقیقی اقتصاد اثرگذاری خودش داشته. تو این نمودار بعدی که نرخ رشد اقتصادی رو می‌بینیم، این نمودار در واقع اون بلوک‌های رنگی بلوک‌هایی هستش که حباب‌ها و بحران‌هایی که ایالات متحده باهاش مواجه بوده. همونطور که توی آخرین در واقع بلوک یکی مونده به آخر می‌بینید، نرخ رشد اقتصادی بعد از در واقع سال 2000 شروع به کاهش پیدا کردن میکنه، به طوری که از حدود عرض کنم حدود 3.5 واحد به زیر 3 واحد 3% در واقع میرسه. در مورد نرخ تورم،
باز هم جالبه که ببینیم که نرخ تورم شروع کرده به کاهش پیدا کردن، که این نشون از ایجاد یک رکود اقتصادی در اقتصاد ایالات متحده هست. این تمهانی من میخوام توجه شما رو به اون دو بلوک اول هم جلب بکنم. توی دهه 1930 من توی صحبت هفته گذاشتم این نمودار رو نشون ندارم، اما نگاه بکنیم که سطح عمومی قیمت ها در دهه 1930 در واقع در اوج بحران نرخ تورم به منهای 10-11% هم میرسه، که نشونه از حباب در واقع رکود عمیقیه که در ایالات متحده شکل گرفته بود. توی نمودار بعدی میتونید نرخ اثر در واقع عرض کنم ترکیدن حباب دات کام روی نرخ بیکاری ببینید. توی بلوک یکی مونده به آخر، نرخ بیکاری از زیر 3-3.5% به بیش از 6-7% میرسه، که البته این توضیح هم خدمتتون توی نمودار بگم که این نمودار به صورت فصلی در واقع تعدیل شده تا اون اثراتش بشه تحلیل بهتری در مورد عرض کنم نرخ بیکاری کرد. در مورد اینکه چرا این حباب شکل گرفته دلایل متعددی رو در واقع ذکر کردن، اما من اینجا به صورت خلاصه 4 دلیل رو میخوام در مورد صحبت بکنم. این 4 دلیل عبارتن از خوشبینی بیش از حد به شرکت‌های تکنولوژی که خدمتون توضیح میدم، کاهش نرخ بهره بین بهره حالا افکتیو توسط فدرال رزرو که اینم توضیح میدم، کاهش نرخ مالیات بر آیدی سرمایه و همچنین حالا صورت‌های مالی ضعیف شرکت‌های تکنولوژی رو با هم می‌بینیم. این 4 عامل در واقع به شکل گیری حباب دات کام شکل کمک کرد و از اون طرف هم به از در واقع به ترکیدن هم کمک کردش. در مورد توضیح خوشبینی بیش از حد عرض کنم که همونطور که میدونین خیلی از شرکت های بزرگ تکنولوژی که از جمله گوگل، آمازون، ای بی، سیسکو، این شرکت های بزرگ تکنولوژی یا غول فناوری که در دنیا اسمشون میذارن، در دهه 90 میلادی شکل گرفتن. به دنبال این موضوع خیلی از شرکت های در واقع کوچیک و متوسط در حوزه تکنولوژی هم شروع کردن شکل گرفتن، از جمله اونها به عنوان مثال میشه pets.com، webvan یا prashline رو اشاره کرد، که اینها در سال 1995 تا 1998 در بورس امریکا به IPO شدن در واقع اقدام میکنن، و این موجب میشه که توجه خیلی از سرمایه گذاران خود در امریکا به این شرکت ها جلب بشه. همونطور که تصویر سمت چپ هم نشون میده، دهه 90 میلادی دهه‌ای هستش که کامپیوترهای شخصی شروع میکنن به در واقع رشد کردن. آدم ها ابتدا یک کالش لوکس بوده، اما به مرور زمان تبدیل به یک کالای ضروری میشه. آدم ها توجهشون به اینها افزایش پیدا میکنه و دچار یک خوشبینی میشن که با توجه به تقاضای فراوانی که برای این دست از کالاها و خدمات، حالا چه بحث سخت افزار و چه بحث نرم افزار بوده، عرض کنم که شروع میکنن سرمایه گذاری کردن روی این شرکت ها، و این باعث میشه که فکر کنن که این شرکت ها میتونن که آینده درخشانی داشته باشن بدون اینکه توجه بکنن به صورت های مالی. من حالا در ادامه برخی از المان هایی که نشون دهنده صورت های مالی این شرکت ها هست رو با هم مرور میکنم. بنابراین میخوام اینجا به اهمیت این خوشبینی که سرمایه گذاران خود به آینده این دست شرکت ها اون سال ها داشتن اشاره بکنم، و توی ادبیات اقتصادی این خوشبینی بیش از حد که بعد از یه مدت که بازار وارد اصلاح میشه تبدیل به عرض کنم بدبینی میشه، یا همون ترس عمومی که آقای شریعتی تو صحبتاشون بودن، این سیکل خوشبینی، بدبینی و حال خوب، حال بد بین سرمایه گذار خرد توی بازار میتونه یکی از علل عمده‌ای باشه که حباب ها شکل میگیرن و مهمتر از اون حباب ها دچار عرض کنم ترکیدگی میشه. توی توضیح عامل بعدی میشه به کاهش نرخ بهره مؤثر توسط فدرال رزرو اشاره کرد. در واقع این اسمش هست نرخ بهره مؤثر وجوه فدرال، که به تعبیر ایرانیش میشه نرخ بهره بین بانکی. باز توضیح بدم که این بلوک هایی هستش که بحران در واقع بحران مالی و اقتصادی رو نشون میده. لزوما همه این بحران هایی که اینجا نشون داده میشه بحران های مالی نیستن، بعضیاشون از بخش حقیقی اقتصاد شکل گرفتن. همونطور که آقای تهانی توی نمودار میبینیم، توی بلوک یکی مونده به آخر
نرخ بهره از حدود 7% به زیر 2% کاهش پیدا میکنه. یعنی در واقع نرخ بهره بین بانکی رو فدرال رزرو از 7% به زیر 2% کاهش میده. خب این موضوع باعث میشه که جذابیت سرمایه گذاری توی در واقع ابزارهای مالی دیگه از جمله اوراق قرضه کاهش پیدا کنه و آدم ها این انگیزه رو پیدا بکنن که سرمایه های خودشون رو توی بازارهای دیگه بیارن از جمله بازار سهام. و حالا انشاءالله توی جلسه های بعدی که در مورد بحران 2008 صحبت میکنیم همین اتفاق رو هم باز میبینیم که فدرال رزرو عرض کنم که دوباره انجام داره و نرخ بهره رو کاهش داده و این موجب شکلگیری نوعی شاید حباب در بازار مسکن شکل گرفته. درسته. امیر محمد الان تا سر نرخ بهره مؤثر و وجوه فدرال صحبت کردیم. با توجه به که 5 دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده و میخوام صحبت‌های شما رو هم کامل داشته باشم، موافق هستی که ادامه مبحث شما رو ما در بعد از ظهر داشته باشیم و ساعت 3 در زنگ پایان، ساعت 15 در زنگ پایان ما جمع‌بندی صحبت‌های شما رو داشته باشیم؟ بله بله خواهش میکنم. من فقط پس تا اینجا صحبت هم اینطوری جمع‌بندی بکنیم که در عرض 20 ثانیه من جمع‌بندی بکنم، حباب دات کام شکل گرفته، در عرض 10 سال شاخص 9 برابر شده، در کمتر از 1.5 تا 2 سال شاخص 1/10 میشه و عواملی بر شکلگیری این حباب کمک کردن که من به دو تاش اشاره کردم: خوشبینی بیش از حد سرمایه گذاران و کاهش نرخ بهره توسط فدرال. انشالله تو برنامه بعد از ظهر ما صحبتمون ادامه. خیلی ممنونم امیر محمد که با ما بودی و انشالله بعد از آن مجدد شما رو خواهیم دید و خدا نگهدار. خیلی ممنونم، خدا نگهدار. از اون بریم امیر محمد تهمتن صحبت بکنیم در مورد اون بحث نیمه کاره حباب دات کام صبحش تا انشالله بازار هم تموم بشه. سلام، بعد از ظهر بخیر امیر محمد. صحبت های ما صبح نیمه کاره بود، در مورد حباب دات کام صحبت میکردیم و بحران های مالی جهان. گفتیم اونجا زمانی که حباب میخواست شروع شه پی بی ای محدوده 200 بود و الان پی بی ای فوروارد با این قیمت هایی که در بازار سرمایه ریخته، با این دلار سامانه نیما که الان به محدوده 20000 تومان رسیده، فکر کنم در محدوده 14 قرار گرفته برای سهام بزرگ بازار. یه ممنونت میشم که ادامه بحث صبح رو زود جمع کنی که ما یک نتیجه گیری خوب داشته باشیم. با شما سلام عرض ادب آقای تهانی، بعد از شما هم بخیر. اگر اجازه بدین ما مستقیم وارد بحثمون بشیم. ما صحبتمون اینطوری شروع کردیم که شاخص نزدک توی 10 سال توی 9 سال حدود 10 برابر شد و توی کمتر از 2 سال 1/10 برابر شد و عوامل متعددی روی شکلگیری این حباب تاثیرگذار بودن که به 4 عامل اشاره کردیم. یکی خوشبینی بیش از حد شرکت‌های تکنولوژی که توضیحش رو خدمتتون دادم، در مورد کاهش نرخ بهره در واقع بین بانکی توسط فدرال رزرو صحبت کردیم و گفتیم که فدرال رزرو نرخ بهره رو از حدود 7% به کمتر از 2% کاهش داده بود که این موجب شد عرض کنم جذابیت بازارهای موازی کاهش پیدا بکنه، مخصوصا بازار اوراق قرضه، و افراد و شهروندان امریکایی سرمایه های خودشون رو وارد بازار سرمایه بکنه. حالا الان میخوایم که در مورد دو عامل دیگه به صورت سریع صحبت بکنیم و جمع‌بندی رو انشاءالله خدمتتون ارائه بدیم. در مورد عامل سوم که کاهش نرخ مالیات بر آیدی سرمایه هست، همونطور که توی نمودار میتونید ببینید توی سال 2000 قبل از سال 2000 نرخ مالیات بر آیدی سرمایه حدود 25% بوده که در واقع وزارت خزانه داری این رو کاهش داره و به حدود زیر 20% رسونده. خب این موجب شد که در واقع دو پدیده رو موجب شد، یکی این که انگیزه سرمایه گذاران برای ورود بیشتر سرمایه های خودشون در واقع داشته باشن و دوم اینه که باعث شدش که توی نمودار قبلی هم دیدیم که IPO ها و عرض کنم ارزهای اولیه بیشتر بشه و در واقع این روی اون هم مؤثر بود و در واقع در مجموع انگیزه سرمایه گذاره ها رو برای ورود به بازار سرمایه افزایش داد که این موضوع رو توی نمودار بعد هم میتونین اثرش نگاه بکنین. مجموع سرمایه گذاری های در واقع خطرپذیر، اگر ترجمه درستی برای ونچر کپیتال داشته باشیم، توی قبل سال 2000 و در واقع 1999 میبینیم که این سرمایه گذاری های خطرپذیر که عمدتا روی شرکت هایی هستن که
پیش بین میشه آینده درخشانی داشته باشن، ولی در حال حاضر ممکنه که صورت مالی مشخصی نداشته باشن و بیشتر جنس استارتاپ هستن. و میبینیم که هم تعداد معاملات و هم تعداد هم حجم سرمایه گذاری ها تو اون سالها افزایش پیدا کرده. بنابراین عامل سومی که من میخوام اینجا بهش اشاره کنم کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه است، که توی نمودار بعدی برخی از شرکت هایی رو میبینیم که شروع کردن به آی پی او کردن خودشون. یه شرکتی بود در واقع به اسم پرایس لاین که در سال 2007 مرج شد با یه شرکتی دیگه. همونطور که توی نمودار میتونیم ببینید، این در واقع از حدود 16 دلار شروع کرد این آی پی او کرد، قیمت اولیش این بود و به بیش از 80 دلار رسید و می‌بینیم که بعد از بحران سال 2000 چه کاهشی رو داشته. از اون طرف شرکت دیگه‌ای مثل سیسکو بود که می‌بینید چه ریزشی رو تجربه کرده، حدود 90 درصد از قیمت سال 2000 خودش کاهش پیدا کرده. ولی آقای تهانی چیزی که جالب هست اینه که درست شرکت هایی بودن که ریزش خیلی زیادی سهامشون داشته تو اون سالها، اما شرکت هایی هم بودن که جدید در اون سالها جدیدن آی پی او شده بودن ولی دچار ریزش خیلی زیادی نشدن. از جمله این شرکت ها در واقع میشه به آمازون و ای بی اشاره کرد. اگر که دوستان نمودار ای بی رو بتونن ببینن، میبینین که تو اون سال 2000 ریزش خیلی زیادی نداشته نسبت به حالا نمودار بالایی که داشتن. و از اون طرف میشه به شرکت آمازون اشاره کرد که 1998 اگر اشتباه نکنم آی پی او شد و میبینیم که اتفاق خاصی برای اینها نیفتاد. بنابراین میخوام به یک عدم تقارنی اشاره بکنم در بحث حباب دات کام که برخی از شرکت ها مثل پرایس لاین رو به مرز ورشکستگی رسوند و برخی از شرکت ها که در واقع صورت های مالی بهتری داشتن، ارزش گذاری بهتری داشتن، عرض کنم که بتونن از این حباب جون سالم به در ببرن. در عامل چهارمی که تو بالا بهش اشاره کردیم، به این موضوع اشاره کردیم که صورت های مالی شرکت های تکنولوژیک تک کمپانی ها خیلی در واقع مبنای ارزش گذاری اونها نمون. تو این نمودار میتونیم ببینیم که در واقع نمودار آبی رنگ درصد یعنی سهم شرکت های تکنولوژیک از عرض کنم ارزش بازار هست و میبینیم که در سالهای از 97 شروع کرده به افزایش پیدا کردن، به طوری که در سال 2000 حدود 35% تقریبا 35% ارزش بازار رو داشتن. از اون طرف وقتی سوداوری شرکت ها رو میبینیم، درصدشون رو میبینیم، میبینیم که کمتر و کمتر شد. بنابراین گویا همخونی بین انتخابی که افراد برای سرمایه گذاریشون میکردن و صورت های مالی وجود نداشته. توی نمودار بعد هم میتونی در واقع کشفلو اون نمود شرکت های کمپانی رو ببینیم که تنها قبل اینکه این در سال 2000 تنها حدود 3% کش نسبت به ارزش بازارشون بود. بنابراین من صحبت هم میخوام اینطوری آقای تهانی جمع‌بندی کنم که ما در حباب دات کام چهار عامل رو شناسایی کردیم که به توضیحش پرداختیم. توی این نمودار میخوام که صحبت های 4-5 جلسه گذشته خودم رو جمع‌بندی بکنم. حباب ها معمولا اگر خاطرتون باشه ما عرض کنم که مراحلی رو براش برشمردیم. توی این نمودار میتونیم این مراحل بهتر ببینیم که به چه صورت عرض کنم حباب ها شکل میگیرن و به چه اثراتی رو میذارن. من صحبتم رو با این عکس کتابی که در واقع هست میخوام با یک کتاب دیگه در واقع معرفی کتابی که صحبت رو جمع‌بندی کنم. عکس سمت چپ آقای رابرت شیلر هست، برنده جایزه نوبل 2013 و ایشون صحبت دارم عرض کنم که برنده جایزه نوبل شدن و دو تا کتاب خیلی مهم نوشتن، یکی انیمال حیوانی که به فارسی ترجمه شده و دومیش نریتیو کانون اقتصاد روایی، که این دوتا هر دوتا به فارسی ترجمه شده. که دوستانی که هستن در واقع مباحثی که من ارائه کردم مخصوصا در مورد ابعاد روانشناختی حباب ها توصیه میکنم که این کتاب ها رو بخونن. کتاب اقتصاد روایی پادکستش یه کتاب صوتیش هم در بیرون اومده و پیشنهاد میکنم که در آخر هفته اگر فرصت داشتن دوستان این کتاب ها رو مطالعه بکنن. خیلی ممنون امیر محمد. من خیلی دوست داشتم توی این موقع از برنامه ازت بپرسم که آیا فکر میکنی بازار سرمایه ایران به حباب یا این مسائل نزدیک هست یا نه، ولی چون طول میکشه صحبتمون، انشاءالله در موقعیت مناسبتر این سوال رو با توجه به برنامه هایی که از ابتدا با شما رفتیم در آینده خواهم پرسید و خدا نگهدار. خیلی ممنونم، بعد از ظهر خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.